بچه ها سلام، سلام، سلام. خوبید؟ خب بچه ها سلام، سلام، سلام. رویا، ریحانه، الهه، نگین، چطوری نگین؟ خب بذار برسیم سفری جان درباره منابع جزوه توضیح بدیم. چشم، دیگه صحبتی دارید بگید که من تو ذهنم داشته باشم ببینم راجب چیا میخواید راجبش صحبت بکنیم. دیگه این بر این طرف چیزی نیست، پیامی چت نکردن. آه باش. خوب سانا سلام. خب اگر غیر از سفری آقا یا خانم سفری کسی دیگه سوالی نداره من شروع کنم. علی جان درود بر تو. بچه قبل از این که کلاس رو شروع کنیم کیا شب امتحانی با من بودن؟ یه عدد یک بزنن. کسایی که شب امتحانی با من بودن عدد یک بزنن. خب رویا جان توضیح میدم براتون، توضیح میدم. بریم سلام. آره سانا جان، آره میدونم که امکانش هست. خب یه صحبتی باهاتون بکنم و اونی که امیدوارم این جلسه رو، حداقل این جلسه رو به دید درس بهش نگاه نکنید. فکر کنید یه لحظه نشستید یه برنامه رو دارید میبینید و فقط و فقط به این فکر کنید که اصلا کنکور رو بیخیال، میخوام یه مقدار از این درس لذت ببرم. آخه آقا مگه درسم لذت داره؟ نمیدونم، ببینیم داره یا نه. فقط و فقط گوش بدید به صدایی که الان میشنوید ببینم چه خبره. بله آقا این چه ربطی به درس داره؟ دقیقاً تمام بحث علوم و فنون شما، قسمتی که باید شما سر کلاس یاد بگیرید، برمیگرده به همین موسیقی که قرار باهاتون کار بکنیم. به جایی برسید که نگین و کیانا رسیدن، به مرحله‌ای برسید که اینا تونستن برسن. یه لحظه گوش بدید الان ببینید کیانا و نگین که قبلا توی کلاس ها بودن به چه جایگاهی رسیدن. خوب دقت کنید، فقط و فقط آهنگی که میشنوید بگید چه ریتم و آهنگیه. من
هیچی نمیگم، فقط و فقط آهنگ رو بشنوید. چه وزنی بچه ها؟ چه وزنی بود به نظرتون؟ آه خوب خوب آه حالا بریم، حالا نگاه کنید ببینید چه اتفاقی داره میفته. میخوام بعد از این که کلاس تموم میشه امروز به جایی برسید که مثل بچه‌هایی که بدون اینکه شعر بخونیم دارن وزن رو میگن، شما هم بتونید این کارو بکنید. من مطمئنن با شعر این کارو براتون میکنم، ولی دوست دارم که به جایی برسید که خودتونم خودکار دست بگیرید روی میز میزنید، متوجه بشید که این چه وزنی هست. خب 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 بریم بریم بریم. یه لحظه خوب گوش بدید بچه ها. یه سری اسمها و واژه ها رو میخوام شما یاد بگیرید. این اسم و واژه ها کلید کار ماست. خب بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتید میریم سراغ این که توی شعر چجور اونا رو به کار ببریم. فقط و فقط دقت کنید اینجا اینجا. خب این چیز نبود. خب اینجا بچه ها نگاه کنید، یه سری وزنها رو میخوام اول گوشتون درست بشنوه. یه لحظه خوب دقت کنید. ببینید من یه شعری رو میخونم براتون، بعد این شعری ریتم داره، اون ریتم رو میخوام بفهمید بعد متوجه درس بشید. یعنی چی؟ ببینید فرض کنیم که توی یه جای نشستید، بابا هم داره آواز میخونه براتون، بعد این آواز رو میخونه، چی میگه؟ مثلا میگه آی ترکاشوان لب کارون، لب کارون چه گل بارو، لب کارون. آقا یه دفعه شعر یادش میره. خب نمیاد که ریتم دلم میخواد به اصفهان، خب اونو که نمیزنه. اگه بخواد بزنه اینجوری میشه نای 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 لا 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 لا، بعد اون میشه لا 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 لا. خب این با هم فرق داره، اینو متوجه بشید. آقا فاعلاتون، 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 حالا مفاعیلون، مفاعیلون، مفاعیلان، 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 حالا مستفعلان، 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 مستفعلان. ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام. مستفعلان، 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 مستفعلان. یه ما میگم فعولان، 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 فعولان. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبایی که برخواست مشکل نشیند. ببینید فرق میکنه. دادا بداب نانای نای نانای نان، فعولان، فعولان،
فعولون، اما میگم مستفعلون، یا میگم مفاعیلون، مفاعیلون. خب آقا تا حدودی فهمیدم، میخواید بگید که هر شعری یه ریتمی داره که این ریتم این با اون یکی ممکنه متفاوت باشه، کاملا درسته. خب آقا فهمیدم، حالا این که شما میگید مثلا این ریتمش میشه فاعلاتون، اینا برای گوش من هنوز آشنا نیست. خب پس اینجا چیکار میکنیم؟ ما میام همین رو میخواید یاد بگیرید شما، که بیاد آقا یاد بگیرید مثلا میگم این چی شده این از این. خب نگاه کنید، اولی مثلا فاعلاتونه، فاعلاتون. خب دقت کنید، من چه بگم؟ فاعلاتون، فاعلاتون. حالا بگم خب حالا نگاه کنید، میگم مفاعیلون. خب آقا چیکار کرده؟ به جای اینکه من دارم میگم اون، توی کتاب برای شما زده ددم دم دم، ددم دم دم. آقا چه ددم دم دم، چه مفاعیلون، چه مستفعلون. دم دم ددم، مستفعل دم دم ددم. آقا تو بگو تن تن تتن، تو بگو در در ددر، فرقی نداره که. پس ریتم رو بفهمید. خب حالا کاری که میکنیم اینه، اول میایم اسم اون واژه ها رو شما باید یاد بگیرید. پس با هم کاری میکنیم که این واژه ها برن توی ذهن و ضمیر شما. اینجا خوب دقت کنید، اینجا نگاه کن. خب مهمترین ارکانی که باید باهاشون آشنا بشیم، بله، اول فاعلاتون، 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 فاعلاتون. دان تا دان دام دام دادام دام دام دادام دام دام دادام دام. هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد، یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد. دیدید فاعلاتون بود. خب فاعلاتون رو این ریتم میشست. حالا بعدی رو نگاه کنید، بعدی میگه فاعلون، 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 فاعلون. دم دادم، فاعلون، 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 فاعلون. دیدید بعدی، بعدی فقط گوشتون رو بسپرید به من، نگران بقیه قضیه نباشید که آقا اینایی که شما میگید چرا تو ذهن من هنوز نمیره. عجله نکن، هنوز جلسه اوله، میخوام کلیت کار رو بفهمید. بعدی رو نگاه کنید، میگه مفاعیلون، 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 مفاعیلون. مفاعیلون، 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 مفاعیلون. ببینید گوش گوش شعر بشنو، میگه اگر آن ترکشی رازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. نصیحت
گوش کن جانا. ببینید با هر چیزی رویا میشه یاد گرفت. خب این که شما میاید میگی یک دو یک یا اینها، اینا همه هر کسی برای خودش یه رمزی داره. منتها دقت کنید در هر حال گوش شما یک آهنگی میشنوه که نگاه کنید من چند تا شعر میخونم همشون از یک وزن برخوردارن. چون یه وزن دارن، بله مریم بله، از یک وزن برخوردارن، به این دلیل چیز رو هایه به این دلیل که از یک وزن برخوردارن با آخری که میخونم قاطی نمیشه. نگاه کنید میگم الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفته حسب الحال مشتاقی. مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. اما بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی. بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی. فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه خود. فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون. ببینید فرق کردیم با اون. حالا شما میخواید با یک دو دو بیا، دو یک یک بیا، هر چی دوست داری بیا، فقط باید ریتم متوجه بشی. و توی اینجا ما توی این کلاس بعد از چند جلسه کار کردن، ببینید کیانا و نگین الان بدون اینکه تقطی بکنن خودشون فعلات و فاعلاتون رو قبل از اینکه من بگم نوشتن. خب این به خاطر اینکه گوششون آشنا شده دیگه. شما هم کافیه فقط و فقط چند جلسه در کلاس حضور داشته باشید که این چند جلسه اصلا به 5 و 6 هم شاید نرسه. قبل از جلسه 5 و 6 مطمئنا دیگه وضع رو متوجه شدید. پس اینجا رو نگاه کنید، بسپرید گوشتون رو به من، خیالتون راحت باشه. اینجا میگه بعدی فعولون 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 فعولون. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند. فعولون 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 فعولون. مرنجان دلم را به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینند. حالا اگه کشتی خودتو، اگه تونستی مثلا الا یا ایو از ساقی رو تو این قرار بدی، میخوای چی بگی؟ میخوای بگی الا یا ایوها ساقی ا درکسن و ناول ها. نمیشه تو این ریتم نشد. پس معلومه هر شعری یک وزنی داره. بعدی بعدی مستفعلان. ای عاشقان ای عاشقان
پیمانه را گم کرده ام، زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام. مستفعلن مستفعلن، ای قنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی؟ خاری به خود میبندی و ما را ز سر وا میکنی. مستفعلن مستفعلن مستفعلن، درست شد؟ بعدی فعلاتن 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 فعلاتن. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه توحید تو گویم، همه از فضل تو پویم که به توحید سزایی. تو حکیمی تو عظیمی، تو کریمی تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. فعلاتن 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 فعلاتن، درست؟ بعدی فعلان 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 فعلان. بعدی وزن شاد مفتعلان 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 مفتعلان. واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من. رسم از این بیت و غزل ای شخ و سلطان ازل. مفتعلان 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 کشت مرا. درست؟ بعدی مفاعلن 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 مفاعلن. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند. گذرگهیست پر ستم که اندرو به غیر غم. یکی سلای آشنا به ره گذر نمی زند. نسایه دارم و نبر، بیفکنندم و سزاست. اگر نبر درخت تر کسی تبر نمی زند. مفاعلن 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 مفاعلن، درست؟ بعدی نگاه کنید فاعلاتو 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 فاعلاتون داب 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 فاعلاتو داب 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 فاعلاتو داب داب داب. بعدا یاد میگیرید فاعلاتو وسط شعر میاد، اما فاعلاتون اول وسط و آخر میاد، ولی فاعلاتو هیچ موقع اول نمیاد آخر نمیاد، فقط برای وسطه. بریم بعدی مفاعیلو دادب دب دب مفاعیلو مفاعیلو دادم دم ده مفاعیلو مفاعیلو. بعدی مستفعلو دب دب دده مستفعلو دم دم دده خب. و آخری مفعولو دم دم ده مفعولو مفعولو مفعولو. خب حالا نگاه کنید ببینید وقتی که شعر میخونیم
اتفاقی که میفته یکی از این ارکانی که الان شما گوشتون شنید باید توی اون شعر به کار رفته باشه. خوب نگاه کنید، یه شعری رو براتون ارکانش رو میاریم با همدیگه کار بکنیم و ببینیم گوش شما چقدر میتونه قوی باشه موقعی که فقط و فقط این ارکان رو یه بار از زبان من و با تنبک ساز آقای ترکاشفند عزیز شنیده باشید. نگاه کنید، فقط اینجا بودو بینم چه کاره ای. بودو این اینجا ببینید وز فاولونه. خب میخوایم با هم دیگه شعر بسازیم، ببینیم چی میشه. فقط و فقط با ریتم فاولون بساز بینم. برو فاولون سرم را، سرم را بگید. بدو سرم را، سرم را واژه بساز. سرم را، سرم را انا اینا، انا اینا بگردان سرم را، بگردان بدی 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 نگی میگه بگردان سرم را، بگردان سرم را، بگردان که گفتد، که گفتد، که گفتد، کی گفتد ده دانیال که گفتد انا اینا. دلم را سزایی نچرخان، نگاهی به ما کن، نگاهی به ما کن، خدایی دلم را نرنجان. مرسی امیر رضا، مرسی یاسی. خب حالا با همین ریتم میریم بله بله سنایی خدایا بگردان سمایی تو شعرم که بعد از دل من نگیرد کسی را. خب حالا بعدی بعدی خدایا من، 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 مفاعیلان بگو، خدایا من، مریم ندانم تنها نه، تو را خواهم، آفرین نگید، تو را خواهم، ندانم که صدایم کن، تو را خواهم، صدایم کن، به یک لحظه نگاهم کن، نمیخواهم گناهکارم، حسن رفتش دلم تنگ است، ندانم من گرفتارم، پر ندانم من گرفتارم، به چرخان سر، به چرخان سر، نگارا وقت آن آمد. آره 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 نگین، آره شعر میگه چه شعری شد. ببینید همین کاری که شما کردید، شاعر میاد با یه مقدار مهارت بیشتر واژه‌هایی که مورد نظرشه میچینه کنار هم. الان همینایی که شما گفتید رو من اگر بذارم کنار هم خب یه بیت میشه. میگه ندانم من گرفتارم، خدایا من کجا سازم دل خود را. ببینید خب همینا رو کنار هم میذارید و درست میشه. شیرازی بله، به من آوری، به من گویی نصیحت را. خب درست شد.
حالا بیا اینجا، بیا اینجا ببینم چی کاره ای. اینور اینور، بیا اینور، تو رو میری اونور. خب بیا. آها خب بیا. آقا اولیش که چیه؟ عقابی، عقابی، فعولان، فعولان، عقابی، فعولان، عقابی، فعولان. حالا بعدی چیه به نظر شما؟ دیوار دل، دیوار دل. ببین دو سه بار بگو دیوار دل، بعد بذار یه ریتمت میده. دیوار دل، دیوار دل، دیوار دل، دیوار دل، دیوار دل، دیوار دل. آفرین آفرین، همه تون درست نوشتید. پس دیوار دل میشه مستفعلن، درسته؟ بیا این شد مستفعلن، مستفعلن. خب بعدی میخوایم ببینیم چی میشه. چشم مستن، 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 فاعلاتن، فاعلاتن. آفرین مریم، آفرین دانیال، آفرین امیر رضا. پس شد فاعلاتن. خب اینم از این فاعلاتن. بعدی خدایا، 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 خدایا. آفرین شیرازی. خدایا، 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 خدایا. آها آفرین مریم، آفرین ریحانه، آفرین کیانا، متشکرم علی، آفرین مازیار، 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 نگار متشکر، فاطمه آفرین. بریم بعدی، بریم بعدی. اینم شد فعولان، فعولان. بعدی می سرودم، می سرودم، می سرودم، دانیال آسمان، آسمان نداریم، آسمان توی عروض، آسمان دو تلفظی ها اون که بیشتره، آسمان دو بخشه، آسمان سه بخشه، اون که بیشتره. خب می سرودم، می سرودم، می سرودم، می سرودم، آفرین، آفرین به همه، همه درست نوشتید فاعلاتون. بعدی گلی بر سر، گلی بر سر. چیزی از دست ندادی به اون شکل نازنین جان، تازه شروع کردیم، گوشت یکم تیز باشه میرسی. گلی بر سر، 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 گلی بر سر. آها رویا، نگار، امیر رضا، مریم، آفرین آفرین. پس مفاعیلن، آفرین. خب شعر مرا، 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 شعر مرا،
آفرین. مفتعلن 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 مفتعلن. دانیال می سرودم فاعلاتون بود دیگه، می سرودم فاعلاتون. خب حالا اینجا رو نگاه کنید، اگر به شما بگن که این قسمت رو پر کنید چه اتفاقی میافته؟ نگاه کنید، نگاه کنید اینجا. آه برو ببینم چی کاره اید. آقا دلم را گرفتم ندادم به دستت، دلم را گرفتم ندادم به دستت، آنا اینا آنا اینا ز چشمان مستد، آنا اینا آنا اینا ز چشمان مستد. پرش کن ببینم چی می‌نویسی. ز چشما نمستد. میدونم وزنش فعولو نمیدونم، پر کن. هر کی برای خودش یه چیزی بگیم چی میشه اینجا. جای خالی رو پر کنید. انا اینا انا اینا ز چشما نمستد، دلم را گرفتم ندادم به دستت، سرم را ندادم ز چشما نمستد. امیر رضا گفت. رویا میگه غمم را گرفتی ز چشمان مستت. آفرین. نگین میگه که با تو نخواهم ز چشمان مستت. مریم میگه جگر را بسوزی ز چشمان مستد. رحم را ربودی ز چشمان مستد. ندیدم تو را من ز چشمان مستد. ببین تو خدا را ز چشمان مستد. جگر را ندادم ز چشمان مستد. شدم من خرابت ز چشمان مستد. نفس را بریدی ز چشمان مستد. خدا وکیلی. آره نگاه کنید، شعر شد دیگه. نگاه کن، میگه ندیدم تو را من جگر را ندادم، شدم من خرابت، نفس را بریدی، دلم را ربودی. آفرین نازنین، با اینکه دیر اومدی عالی گفتی، عالی گفتی. خب حالا بریم یه وزن دیگر رو ببینیم. اینجا رو نگاه، اینجا مستفعلن مستفعلن. در کوچه ها پس کوچه ها با دلبری دل میبری، از ما چرا بی ماجرا؟ نه 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 نه. از ما چرا بی ماجرا؟ دای دری بای دای دری. در کوچه ها پس کوچه ها با دلبری دل میبری، از ما چرا بی ماجرا؟ این سو و آن سو میپری. آفرین مریم. از ما چرا بی ماجرا؟ این سو و آن سو میپری، بازی رکی دل میبری، دل را به هر جا میبری، دل را به بی جا میبری. آفرین. چه استعدادایی توی کلاس دارن، خودشون رو نشون میدن. بابا لام از سبا یواش یواش وزن رو یاد گرفتید، دیوانتون رو بدید بیرون. دیوانه ها، خب دیوانه های شعر البته. برو ببینم. دل را به هر سو میبری، مهر مرا سر میبری،
دل را به هر جا می بری. در کوچه ها پس کوچه ها، در کوچه ها پس کوچه ها. بله مطمئن باش شکوفا هم میشید، بهتر از این هم میشید. منتها ببینید یه چیزی رو من میخوام متوجه بشید، یه لحظه گوش بده. ببینید من اگر بخوام ببینم این آب مزه‌ش چیه، باید باید بچشم اونو. چرا؟ چون راه فهم مزه آب چشاییه. شما اومدید چیکار کردید؟ شما اومدید وزن شعر رو میخواید با نوشتن به دست بیارید. این اصلا درست نیست. باید گوشتون قوی بشه. الان نگاه کنید، این همه من شعر خوندم، به نظر شما ریحانه الان درست نوشته؟ نوشته با زرنگی دل میبری. میخوام اینم درستی یا نه؟ نگاه کنید. در کوچه ها پس کوچه ها، با دل بری دل میبری، از ما چرا بی ما چرا، با زرنگی با زرنگی. با زرنگی چیه اینجا؟ با زرنگی دل میبری. میبینی؟ پس گوش میفهمه این رو، گوش میفهمه که با این نمیشه. بازرنگی فاعلاتون، بازرنگی فاعلاتونه که نگینم نوشتش. پس گوش باید کار بکنه. یه لحظه اون کار با چشم رو بذارید کنار دیگه. آره بازرنگی میبری فاعلاتون فاعلون، اونجوری میشه، ولی مستفعلون نمیشه. خب حالا اینجا یه لحظه خوب گوش بدید چی میخوام بگم. ببینید شما یه چیزی رو باید یاد بگیرید به اسم اوزان همسان، اوزان دولختی و اوزان ناهمسان. خب همسان، دولختی، ناهمسان مثل چی؟ ببینید یه سری وزنا هستن که بازیرکی دل میبری. آره علی اینجوری میشه، اینجوری میشه. خب گوش بدید چی بهتون میگم. از این فضا بیاید بیرون یه لحظه. ببینید بچه ها یه سری از وزنا اینجا، اینجا حواس اینجا، یه سری از وزنا هستن که این. ببینید یک چیز تکرار میشه، یه چیز یک سره تکرار میشه. مثل چی؟ اینجا ببینید مثلا میگم الف 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 الف. خب به اینا میگن همسان. نهایتش میتونه اینجوری بشه الف 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 ب، ته تهش میتونه این اتفاق بیفته، فقط آخری متفاوت بشه. اینا بهش میگن همسان. یه سری شعرها هستن اینجوری هن. الف ب الف ب. خب بیاییم میگفتیم چی؟ همسان دولختی. همسانه چون یه چیز داره تکرار میشه، ولی یه چیزی که از دو تیکه تشکیل شده. الف ب الف ب. اینم سال 11 هم خوندید، اما سال 12 هم اینو میخونید الف ب مثلا پ ت. ببین متفاوته. یا این که بگیم الف ب ب پ، در هر حال در هر حال یکسان نیستن. به اینا میگن ناهمسان، ناهمسان. خب حالا اول بیایم تکلیفمون رو معلوم کنیم. نگاه کنید همسان ها اینجوری هست. کجا رفتی؟ اینجا نمیده اینو. فکر کنم قلمه گیر کرده، یه چیزی داره روش میچرخه رو صفحه. موس
کار نمی کنمت جوار رفشونی خواه بله ببینید خوب دقت کنید. قبلا هم براتون شاید توی شب امتحانی مثال زدم، توی کلاسای دیگه هم گفتم، شاید براتون فکر میکنم بهتر میفهمید این رو. بحث همسان و دو لختی و ناهمسان جایی که شما آهنگ و وزنا رو میتونید با مثالی که میزنم بهتر بفهمید. ببینید توی عروسی ها که میرید سه جور ریتم آهنگ میشنوید، بستگی و حال خوب اون طرف داره چقدر در اون فضا رفته باشه در فضا. خب یعنی چی؟ اینجا نگاه کن، میگم که بعضی از افراد وقتی میان بیرون نزنید تا بعد اینجوری بوق میزنن، میگن دود 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 دود. ببینید یه چیزو هی دارن تکرار میکنن، دود 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 دود. یه سری حالشون بهتره، بسیار بسیار حال مناسبی دارن، اونا اینجوری میزنن دود 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 دود. دو چیز میزنن دود 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 دود، دو چیزه دو چیزه. خب اما یه سری هستن که بسیار بسیار حال مناسبی دارن، اینا کلن نمیشه طرفشون رفت. اگر اینا رو دید سریع بزنید پارک کنید کنار، بذارید اینا رد چند. اونا اینو میزنن، میگن دود 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 دود. خب چه اتفاقی افتاده؟ اینا ناهمسان میزنن، اینا ناهمسانه، دود 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 دود. خب چه ربطی به درس داره؟ ربطش اینه اون دست اولی ها که حالشون خوبه اینجوری میزنن فاعلاتون فاعلاتون ببینید اینه همسان به این میگن. اونایی که حالشون بهتره دو لختی میزنن اینو میزنن مفعول فاعلاتون مستفعلون فعولون مستفعلون فعولون. دل می رود زده هستم صاحب دلان خدا را در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. مفعول و فاعلاتون مفعول و فاعلاتون. ببین دو چیز میزنه داب داب داداب داداب داب مستفعلون فعولون مفعول و فاعلاتون. این میشه دو لختی. خب اما گفتم که یه سری هم هستن که کلن چی هن؟ خیلی دیگه اونا بالا. اینا اینجوری میزنن مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. یاد چه آهنگی میافتید؟ گوش بدید. بله چی؟ مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان مستفعل و مستفعل و مستفعل و مستف مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان. ای اهل حرم میر علم دار نیامد دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند از گوشه ی بامی که پریدیم پریدیم. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان. میبینید خب اینا ناهمسانن. حالا میخوام گوشتون
یواش یواش بفهمه که سه جور وزن رو چجوری میشه پیدا کرد. خب اینجا نگاه کنید، میایم با شعر، با شعر میریم سراغ اینا. گوشی منو بی‌زحمت میدی؟ گوشی من اینجا. سپاسگزارم بچه‌ها، گوش بدید. بله بله آفرین. آشفته دل از کوی تو رفتیم و نگفتی. دقیقا. خب ببینید، فقط گوشتون اینجا باشه. اینم از این. دقت کنید، وزنی که الان میشنوید رو ببینید به چه شکلیه. اینجا اوزان همسان. گوش کن. فاعلاتن 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 فاعلاتن، هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد، هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد، هر که چیزی فا ا لا تون دو س دا رد فا ا لا تون جا نو دل بر فا ا لا تون وی گو ما رد فا ا لا تون. بعد رکن یاد بگیریم. هر که چیزی فا ا لا تون دوست دارد فا ا لا تون جان و دل بر فا ا لا تون وی گو ما رد فاعلاتن. بعد نگاه کنید ریتمش کامل میشه. هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد، هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد، تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم، روز پیری ای عجب جز بی سر انجامی ندیدم، گر بگویم ور خموشم ور بجوشم ور نجوشم، اندر این فتنه خموشم تو برو می بای صادق. میبینید هر کدوم از اینها، هر کدوم از اینها یه تیکه تیکه شدنشون کاملا معلوم بود. حالا ما باید بیایم اینجوری یاد بگیریم که ابتدا اگر هجایی میخواست هجایی، نگاه کنید، گر بگویم فا ا لا تون تا آخر. الان نگاه کنید، آقا تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم، اگر بخواید تیکه تیکش کنید بنویسید ببینم چجوری میشه فاعلاتن. تا جایی که فاعلاتن میخوام بیشتر از اون ننویس. فاعلاتن بودو. فاعلاتن. آفرین نگین، آفرین. آفرین کیانا، آفرین ریحانه. تا جوان بو. آقا بو چیه؟ بقیهشی تو چیکار داری؟ تا هر جا که ریتم میخواد. تا جوان بو. مریم چرا دمزه هستی رو نوشتی؟ من یه فاعلاتن گفتم مریم،
تا جوان بو. آفرین نازنین. بعدی بعدی ادامش فاعلاتون ادامش تا جوان علی تا جوان بو علی ده نباید می نوشتید تا جوان بو. آها دمز هستی آفرین دمز هستی آفرین رویا. آره آره خب ادامهش تا اینجا اومدیم تا جوان بو دمز هستی. خب حالا ادامهش نگار فاعلاتون ادامهش 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 آفرین آفرین. آها رویا مرسی امیر رضا آفرین ریحانه. آها آره آره آفرین نازنین آفرین فاطمه. غیر ناکا غیر ناکا می ندیدم. این دیگه معلومه این دیگه نمیخواد اون ور و بر ببینم چی کار میکنی. مثل بعدی بودو فاعلاتون مثل بعدی مثل بعدی فاعلاتون مثل بعدی. آره مریم آره نازنین آره علی مثل بعدی رو بگید. روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی ندیدم فاعلاتون بجو. آها آفرین روز پیری ادامش فاعلاتون فاعلاتون آره آفرین رویا آفرین کیانا. ای عجب جز آره ای عجب جز. حالا قسمت بعدیشو ببینم چیکار میکنید. فاعلاتون فاعلاتون آفرین یسنا متشکرم رویا آره ریحانه آره نگین آره بی سرنجا آفرین بی سرنجا. و آخری می ندیدم این که معلومه. بریم بعدی ببینید خیلی تابلوه پس مثل اول ور کن. گر بگویم ور خموشم ور بجوشم ور نجوشم این معلومه. بریم مثل بعد شو ببینم چی کار میکنید. مثل بعدی اندرین فتنه خموشم. بله بله کیانا جان بله اندر این فتنه خموشم تو برو می باش صادق و میخوام ببینم چیکار میکنید. برو از اول اندر این فتنه فاعلاتون مثل دوم. آها متشکر نگین مثل دوم. آها امیر رضا برو متشکرم ریحانه آفرین کیانا آفرین نگار آفرین مریم. ببینید اصلا دیگه براتون مهم نیست که کجاش تموم میشه ریتم رفته تو گوشتون. اندرین فت نخموشم این دیگه معلوم بود. حالا بعدیش نخموشم هم گفتید اندرین فت نخموشم. حالا بعدش حالا بعدش اندرین فت نخموشم. خب خب بعدی 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 آها آره 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 بله تو برو می تو برو می تو برو می تو برو می خب تو برو می
حالا نگاه کن چی بهت میگم. باش صادق رو اگر راحت بخونید میبینید که خراب میشه. ببین تو برو می باش صادق، باش صادق. خب چه اتفاقی افتاده؟ باش یک هجای کشیده است، درسته؟ بچه ها هجای کشیده رو یه عبش بدید، هجای کشیده رو یه عبش بدید. باش صادق میشه باش صادق، باش صادق، باش صادق. آره آره مهدی جان، ده و نیم، ده و نیم. خب اما نگاه کنید، حالا میخوام با این توضیحی که یاد گرفتید، آره کسره میدیم بهش که راحت تر، آره کسره رو میدیم که راحت تر تلفظ بشه. حالا نگاه کنید این بحث با تمرینی که شما میبینید باید کامل بشه. برو ببینم چه کاری، برو ببینم چه کاری. عدد بنویسید، مثلا بگید 1 2 4 5 مثلا میشه، بقیه نمیشن. چند تا از این بیتایی که اینجا میبینید میتونن 4 تا فاعلاتون بشن؟ 4 تا، 4 تا ها. خب باشه اینو بگید، بریم یه نفس میگیریم میایم. اینو بگید، عدد بنویسید، مثل نگین که عدد نوشته شما هم عدد بنویسید، بگید مثلا 1 2 5 6 میشه. خب خب کیانا میگه این 4 تا، کیانا میگه این، نگین میگه این، رویا میگه این، ریحانه همینو میگه، نازنین از 2 تاشو گفته، 2 تاش هم درست گفته، امیر رضا 3 تا گفته، 3 تاش هم درست گفته. خب شیرازی کجایی؟ زنده ای؟ خب بریم ببینیم درسته یا نه. حاضرید؟ نگاه کنید آقا، مگه 4 تا فاعلاتون نمیخواد؟ 4 تا فاعلاتون. گوش تیز باشه با صدای تنبک، برو ببینم فاعلاتون. راحت جا فاعلاتون، راحت جا فاعلاتون، فاعلاتون راحت جا، نست رفتن فاعلاتون، با دلا را فاعلاتون، می به صحرا فاعلاتون. این میشه. بعدی بگذری در کوی یارم تا کنی حال دلم را فاعلاتون، بگذری در فاعلاتون کوی یارم فاعلاتون، تا کنی ها فاعلاتون ل دلم را. اینا میشه. بعدی ماه روی یا روی خوب از من متاب، ماه روی یا روی خوب از من متاب، آیا بچه ها 4 تا فاعلاتون میشنوید؟ گوش بدید به صدای تنبک، ماه رو یا روی خوب از من متاب، آفرین، بله فاعلاتون، فاعلاتون، فاعلون،
ماه رویا، روی خوب بس، من مطاب فاعلون. ببینید خب بعدی، گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید. صدای تنبک رو داشته باشید، یک دو سه. فاعلاتون گرمتی فاعلاتون خدمتت را فاعلاتون کفر فرما فاعلاتون ای بگوید. خب پس شد. بعدی، گر دلی داری به دلبندی بده. گر دلی داری به دلبندی بده، فاعلاتون گردلی دا فاعلاتون ری به دل بند فاعلون دی بده. و آخری، روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می رود سر. دقت کنید، فاعلاتون 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 فاعلاتون، روزی اندر فاعلاتون خاکت افتم ور به بادم می رود سر. ببینید چهار تا فاعلاتون. پس گزینه یک، دو، چهار و شیش پاسخ شدن، یعنی سه و پنج نمی شدن جوابای ما. ببینید این شد چی؟ این شد همسان. یه نفس بکشید بیاید بقیه کلاس رو با هم ادامه بدیم.
خب دقت کنید، این چیزی که ما هم کار کردیم این همسان بود. خب حالا اگر همسان دو لختی رو بخوایم ببینیم، ببینید چه اتفاق میفته. گفتم بهتون که همسان دو لختی باید الف ب الف ب بشه. خب با این توضیحی که دادم الف ب الف ب، نگاه کنید ببین چه اتفاقی افتاده. مثلا میگه مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، درست؟ یا مفعول و مفاعیلن مفعول و مفاعیلن، یا مفعول و فاعلاتن مفعول و فاعل. ببین دو چیزه، به این دقت کنید، دو چیز وجود داره، مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، مفعول و مفاعیلن مفعول و مفاعیلن، یا مفعول و فاعلاتن مفعول و فاعلاتن، یا مفتعلان مفاعلان مفتعلان مفاعلان. ببینید دو چیز وجود داره. حالا شعر رو نگاه کنید، میگه یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. خب میگیم مفعول و مفاعلان یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم، مفعول و مفاعلان. درست شد؟ حالا با این توضیح نگاه کنید، میگه دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. خب آیه درگاش من بریم، میگه دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. بچه ها وزد، امگل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دائم گل این بستان مفعول و مفاعیلن شاداب نمیماند، مفعول و مفاعیلن، دریاب ضعیفان را مفعول و مفاعیلن در وقت توانایی، مفعول و مفاعیلن، دب 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 دب، مفعول و مفاعیلن. خب اینجا زهدت به چه کار آید مفعول و مفاعیلن، گر رانده درگاهی مستفعل و مفعولن. کفرت به چه کار آید گر نیک سرانجامی مفعول و مفاعیلن مفعول و مفاعیلن. خب حالا نگاه کنید، با توجه به این چیزی که گفتیم، الان شعری که اینجا هست رو از شما انتظار دارم که تشخیص بدید کدوم یکی از اینها میشه. عددهاتون رو برای من بزنید، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. به این فکر کنید، مفعول و مفاعیلن مفعول و مفاعیلن. خب آره آره، وز مفعول و مفاعیلن، درست. اما بگید کدوم یکی از اینا میشود کدوم نمیشود، اینو تشخیص بدید. بودو ببینم چی کار میکنی. برو، باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد، ای خوش دل و خوش دامن دیوانه توی یا من، معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، شاد آمدی ای مهرو ای شادی جان شادا، بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم، رویای من این بود که همراه تو باشم. خب حالا از این شیشتا عدد بزنید، بگید کدوم هست کدوم نیست، ببینم چی کار میکنید. صدا رو
صدا. خب میخوایم ببینیم دقیقاً این چیزایی که شما گفتید درسته یا نه. ببینید همه تون بدون استثناء 1, 2, 3, 4 زده بودید. نازنین فکر کنم 2 رو جا انداخته بود ولی 1, 3, 4 رو زده بود. همین که 5 و 6 رو نزدید عالی بود، عالی بود. خب نازنین میگه صدا نداریم. خب چه رفرش کنه؟ مال قبل. خب خب حالا بیایید. ببینید بچه ها، علی آفرین. علی با این که میگی که میشه یکم یواشتر بگید ولی ببینید گوش تشخیص داده 1, 2, 3, 4 رو. ببینیم درست تشخیص دادید یا نه. ما وزنمون اینه، صدای تنبک رو که الان میشنوید با صدای تنبک سری سری مفعول و مفاعیلان، مفعول و مفاعیلان، مفعول و مفاعیلان، مفعول و مفاعیلان. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد، ای خوش دل و خوش دامن دیوان تو ای یا من، آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را، در کش قدحی با من بگذار ملامت را، معشوق به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا، شاد آمدی ای محرو ای شادی جان شادا، تا بود چنین بودی تا باد چنین بادا، بیهوده چرا فکر دو چشم ما اون تو باشم، بیهوده چرا عاشق شده ام، عشق که کتمان شدنی نیست، رویای من این بود که همراه تو باشم، افسوس که در دست تو دست چمدان است، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. دیدید شما فقط و فقط توی گزینه های 1, 2, 3, و 4 داشتید، بقیه 5 و 6 همچین وضعی رو نداشت. پس از راه گوش هم میشه فهمید که بدون اینکه بخواید تقطیع بکنید وضعتون چیه. دقیقا همینه، مستفعلو 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 مستف یا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون توی گزینه های چی بود؟ 5 و 6. اما وزن بعدی یک وزن ناهمسان، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون یا مستفعلو 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 مستف. نگاه کنید بچه ها، توی این وزن شعر قطع نمیشه، یه تیکه از اول تا آخر خونده میشه. نگاه کنید. یارا قدحی پر کن از این داروی مستی، یارا قدحی پر کن از آن داروی مستی، تا از سر صوفی برود علت هستی، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. اینجا نگاه، میگه بر من که سبوهی زده ام خرق حرام است، ای مجلسیان راه خرابات کدام است، گو خلق بدانند که من عاشق و مستم، آواز درست است که من توبه شکستم، ای اهل حرم میر علم دار نیامد، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. خب حالا با این توضیح سریع نگاه کنید شما تشخیص بدید که وزن کدوم یکی از اینها درسته و میشه با این وزن خونده بشه. یه بار پیش خودت بگو مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون، یه بار هم یکی از این مصرعها رو بخون. از این 8 کدوم هست؟ فکر کن بوده ببینم چیکار میکنی. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. گوش بدید با صدای تنبک هم میتونید تشخیص بدید. مفعول
خب عدداتون مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان خب بچه ها دوتاش نمیشه بقیه انگار همه میشن. آها آفرین نازنین، یکی دیگه هم باید بگی جز اون که نوشتی، یکی دیگه هم باید بگی. آفرین علی. پردیس، برای کتاب فنون انتشارات تخت سیاه کتاب علوم فنون بنده رو چاپ کرده، این قسمتی هم که میبینید توی روی تخته این از کتاب علوم و فنون بنده است. این کتاب همونطور که میبینید بالاش نگاه کنید، این بالای صفحه رو، میبینید یک QR کده، درست؟ این QR کد کمک شما میکنه که هر جا که درس رو نفهمیدید برنامه شو اگه بریزید روی موبایلتون، روی این قسمت بگیرید موبایلتون رو، به صورت ویدئویی من میام اون قسمت رو براتون درس میدم که اگه با خوندن خودت متوجه نشدی از طریق ویدئو متوجه بشی. این مهم، یکی از مهمترین مزیت‌های این کتابه. غیر از این که این کتاب QR کد داره، غیر از مریم دارم میگم کتاب داریم، جزوه دیگه میخوای چیکار؟ کل علوم فنونتون، تاریخ ادبیات، آرایه ها و عروض کلن توی یک کتاب بهتون داده میشه. علوم و فنون جامعه ادبی، علوم و فنون رو که بگیرید همه کتاب براتون آماده است، درست؟ همه قسمت ها رو دیگه دارید، به هیچ وجه به کتاب دیگه نیاز ندارید، چون هر چی بخواید توی اون قسمت گفتم. و هر جا هم متوجه نشدید، نه، خوب گوش بدید چی بهتون میگم، کتاب رو تهیه نکنید الان، بذارید کتاب جدید بیاد که 1400 هم بهش اضافه کردم، 1400 بهش اضافه بشه، کتاب جامع 10 تا 11 تا است، کتاب جامع علوم فنون ادبی انتشارات تخت سیاه، یه سی دی هم همراهش هست، خب وقتی داری با من که کلاس رو میری جلو، خب کتابی که من دادم بهت، خوب نگاه کن چی دارم بهت میگم، یک کتابه، دو سی دی داره، سه QR کد داره. خب یک کتابی که سه تا محصوله، مطمئنا خب فکر میکنم راحت تری باش. انتشارات تخت سیاه، همین آنلاین آکادمی، انتشاراتش تخت سیاه دیگه، کتاب علوم و فنون جامعه بنده رو چاپ کرده، الان نمیگیرید، چاپ جدیدش که اومد فکر میکنم مثلا برای 2 هفته دیگه چاپ جدیدش بیاد تو بازار. باز داره میگه جزوه ندارید. آخه جزوه چی مریم؟ جزوه برای چی؟ بله این قسمت رو برای نمونه کار میذاریم روی پنلتون. من نمیگم چه کتابی رو دیگه، اگه گرفتی دیگه گرفتید، ولی اگه قرار با من کلاس داشته باشید، خب کتاب خودم رو من کار میکنم طبیعتاً. اما اینجا نگاه کنید، اینم از این. حالا ببینیم این چیزی که دوستان گفتن، به چه شکله. میخوام ببینیم کدوم یکی از اینا نمیشه. دقت کنید به صدای ساز، نگاه کنید، میگه مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان، سوز دل صد پاره که در نامه نوشتیم،
دریا اثر کرده که ناخوانده دری دست، ترسم که تو از مهر من آزاد کنی دل، و از مهر تو هرگز نشود جان من آزاد. کی شعر ترنگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. ببینید حالا اینجا نگاه، میگه خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باده خنک از جانب خوارزم وزان است. خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه، ای تیر قمت را دل اشا نشانه. بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم، عاشق شده ام عشق که کتمان شدنی نیست. رویای من این بوده که همراه تو باشم، افسوس که در دست تو دست چمدان است. اما چهار میگه، پنج میگه، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. من چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. یعنی گزینه 3 و 5 نمیشد، بقیه گزینه‌ها همه میشدن. روی پنل جزوه امروز گذاشته میشه براشون؟ آره، روی پنل میذارم براتون این جزوه رو، چند صفحه بیشتر نیست، نگاه بکنید و یاد بگیرید. اما بچه‌ها برای جلسه بعد، برای جلسه بعد که باز هم جلسه بعدتون هم رایگانه، آرایه ها و تاریخ ادبیات و سبک شناسی رو براتون میگم که چجوری قرار کار بکنیم و اونا رو به چه شکل پیش ببریم. درست؟ پس برای این هفته تا اینجا کافی. نوع کارمون رو دیدید که قراره چجوری با شما عروض رو کار بکنیم و به چه شکل توی ذهن شما خواهد موند. الان من ازتون میخوام فقط و فقط آهنگایی که میشنوید بگید به نظرتون چیه. من از کاد میرم بیرون، فقط و فقط صدا بیاد، ببینم چی کار میکنید. دقت کنید، چی بود وز مچا؟ وز چی بود؟ یه بار دیگه بباشه. آها مریم، نه جزوه رو پنل نیست، اگه بخواید بگیرید کتاب رو میگیرید. بله آفرین، مفاعیلون مفاعیلون، آفرین آفرین، عالی بود. اینو بگید ببینم چیه. داب 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 داب. خب همه مستفلون شنیدید، حالا مستفلون رو بشنوید. مستفعلون مستفعلون،
خب 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 اینو بگید اینو بگید. امیدوارم که شاد باشید. یه آهنگ خوشگل شادم در پایان کار آقای ترکاشوند عزیز برامون بزنه و بریم برای جلسه بعد. درست باشید. شما رو به خدا می سپارم. خدای عزیز رو هم به شما. تا جلسه بعد.